فائزه شب رفته دکتر ویزیتش کرد، گفت برو اتاق عمل، همین الان میره اتاق عمل خودتو معرفی میکنی، یعنی عمونم نداده بهش. ولی جالب اینجاست، من بچه مثلا 13 سالم بود دیگه، این باکس چیزو دیدم، لباس اتاق عمل رو دیدم، زنه گذاشت گفت دخترم اینا رو بپوش. سلام به گپ تایمه فارینا، خوش اومدید. خوش اومدید. همونطور که گفتیم سه شنبه ها ساعت 9 شب ویدیو کاملا خودمونی ریلکس چیل میکنیم، حرف میزنیم، چای میخوریم، نسکافه میخوریم، آهبیج بستنی میخوریم، خاطرات تعریف میکنیم، مهمون دعوت میکنیم و دوستان آشنایان بیا خاطره تعریف کنن. بله، چون ولی این اولین گپ تایمه گفتیم اختصاص بدیم به خودمون، بیشتر هم فکر کنم خودمون باشیم. این چرت و پرت دیگه بخریم دوره هم حال میده. برخلاف ویدیو جمعه اون که از این ویدیو جمعه رفته رو ببینید که خیلی خوبه. باشه خودمونی سعی حالت ممکنه. بله چطوری عزیزم؟ پای اما گپ تایم امروزمون میدین اختصاص داره به چی؟ بله به چی؟ به اولین عمل دیوفتمون. ایشالا که خدا واسه هیچ کس مریضی نخواد، ولی من دو سه بار رفتم اتاق عمل. آریان خدا رو شو یک بار رفتم. بعد 30 و چندی سال، دو سال پیش بود دیگه عمل. آره بعد 30 سال عمر اولین عملم، اونم چه عملی؟ خیلی عمل بدی. آره یه سال و عملی بود. یعنی ببین خب حالا تعریف کنم و بشنم. اینقدر خب بگو. نمیدونم. از اول اول بگو. اول من راست از اونجا بگم که فتح من پاره شد و من نه از اول تر به نام خدا من آرگرم 10 سالمه. رشدت خوب بوده ماشاءالله. آه خیلی سری رشد کردم. 10 سالمه. از اول بگو چی شد که فتح پاره شد؟ چیشو نمیدونم. من یه ماه اینجا حالت ورمطوری داشت، هی نگاه میکنم خواهیم چرا ورمه؟ میگم آقا حتما ورمه، یه چیز نیست خوب میشه. بعد این مثلا دست میزدم برمیگشت درجاش اوکی میشون. من خب حتما طبیعیه دیگه. بعد ما اسباب کشی خیلی سختی هم داشتیم، چون طبقه نهم بودیم، همه چون نمیتونستیم با آسانسور. الان من نگاه نکنید با من ورزش نه، ورزش سنگین میکردم. آره هم از اونجا که ورزش میکرده، هم از این که به اسباب کشی به چی میگن اومدن توی خونه جدید بودیم، مثلا جهاز من آوردیم و اینا. واقعا الان سر چرا همین نه طبقه برای پله رو بالا پایین رفتم با یه بنده خدایی. من همین فکر میکنم با مهمون آینده عزیز برای معرفش میکنیم. بعد دیگه باعث شدش که مثلا به مرور زمان فتح فشار وارد شه. نمیدونم با حیاتا نمیدونم به خاطر ورزش بود یا به خاطر اسباب کشیشون. خب؟ نمیدونم. یه ماه اینطوری بود. بعد یه ماه برمی گفتم همین من اینجا آره همین داداش شما آره حالا چیز دید همین من اینجا حالت ورم داره نمیدونم چیه. همین گفت دی دستت گفت چی فکر کنم خیلی چیزه برو دکتر ببین چی میگه. بدترین مریضای ممکن از سرطان بگیر تا چیزای دیگه رو به مد نظر گذروندی. خدا نکنه. رفتیم دکتر سونوگرافی کرد. دکتر که رفتیم دیگه آقا این فقط پاره شده. من آره همونجا گفتم بهش خیلی چی خیلی رو راست بهش پاره شده. پاره شده بگو حالا سونوگرافی بابا من این فقط پاره شده برو سونوگرافی نکن. سونوگرافی کردیم نظیم معلوم شد که فتح پاره است. خیالم راحت شد. اما عمل دقیقا 2 هفته قبل از عروسیمون، 2 هفته قبل از عروسیمون من رفتم اتاق عمل. فروردین بود بیمارستان قصارخونه فیاضبخش به آخ آقا ما رفتیم اونجا، دکتر اونجا ما رو دید. از اینجاش بگم قبلی که برم بستریشم رفتم فیاضبخش برای که مثلا قرارداد اینا ارزون تر بیفته. رفتم دکتر اینا منو دید به این وقت عمل داد اینا با امین. امین گفت بگو مثلا بعض وقت درد اینا میگرفت خودتو بزن به درد بگو آقا درد بریم اورژانسش بریم اورژانسش بستری میکنی یا نه. ما این کارو کردیم رفتیم اورژانس رو درد اینا گفت نه به ما ربطی نداره بعد بریم پذیرش دکتر بنویسه بیاد برای عمل. رفتیم اونجا برگشتنه اومدیم ماشین
حرکت کنی سیمکلاش پاره کرد. واقعا وسط برای سیمکل بعد منم درد میکرد. امین اول موند ماشین یه چیز خلاق از ماشین افتاد بیرون. امین رفتید آخو ماشین چرا چیز نمی کن؟ من چیز کردیم و بودم سیمکلاش پاره کرده. تو اون وضعیت بگرد اینترنتی پیدا کن یکی بیاد سیمکلاش رو عوض کنه برگردیم. این از بخش اولش. بخش بعدی که ما رفتیم دکتر اوکی داد وقت عمل رو داد تقریبا دو هفته قبل عروسی بود رفتیم فرز بخش بستریشیم. من اول تک و تنها رفتم اونجا چیزا رو دادم مدارک اینا رو دادم رفتم بستری کنم یه دونه دستبندا زدن عکسش حالا بعد اگر پاک نکنه عکس دستبند رو فهم دارم یه دستبند اینجا میزنن اتنه این زندانی ها که مشخصات دینا چیه؟ مشخصات خودش یه دست لباس آبیه میدم یه برو هر چی داری بکن این دست لباس رو بپوش. من لباس رو پوشیدم بعد هلو خوش عصر شدش چانانیم پنج بود امین اومد به من یه سری زد گفت چطوری؟ آره چطوری؟ اولی یه سر هم چیز کرد اومد یه سر روحیه داد کلی خوراکی مارکی خرید برام گذاشت گفت میخوای شب ببرم گفتم نه تو برو امین مثلا حالا شد ساعت 6 و نیم 7 رفت و من دراز کشیده بودم تو حال خودم بودم ساعت شده بودم اون موقع ما هم عرق کرده نه و نیم 10 یهو دیدم در اتاق باز شد یکی اومد تو من دیدم فائزه ساعت 10 شب اومده تو بیمارستان. آقا چجوری اومدی تو تو کیلوات داده با یه ظرف رام دادن ظرف گیلاس بود یا توت فرنگی نمیدونم با یه ظرف میوه بود اومد برام آورده بود گفت بخور با مادر خانومم و پدر خانومم اومدن اینا تو ساعت 10 شب اومدن به من روحیه دادن سر زدن رفتن. حالا یه چیز جالب اینجاست که من به بابام وقتی گفتم پاشو مثلا بریم بیمارستان آریان بیمارستان و اینو وقتی رفتیم بیمارستان بابام برگشت به آریان گفت خوبی عملت راحت بود فکرت آریان عمل شده اصلا فکر نمیکرد که مثلا آریان قرار فردا عمل شده فکرت عمل شده و بهش میخندیم گفت من فکرم عمل شدی. حالا تخت بغل من یه یارو اومده بود من نمیدونم مقعدش چی بود چیکار کرده بود انقدرم درد داشت داد بیداد های من درد دارم بیای به من مسکن بزنید فلان بزنید هیچ جورم آروم نمیشد درد ما رو سرویس کردیم یکی دیگه هم بود تخت اونورم بود خوابیده من دادم اونور نگاه میکنم کار یارو اونجاست اونورم بود خوابیده بود بار سوم چهارمش بود نمیدونم کجاش عمل کرده بود معدهش بود کجاش بود بار سوم چهارم بود اومده بود اینجا آقا فرداش وقت عمل من شد به من گفته بود اصلا صبح عملته صبح بعدم هیچی نباید گفت از شب قبلش هیچی نباید بخوری به خاطر عمل از 11 به بعد دیگه نباید چیزی بخوری من از صبح هیچی نخوردم ساعت شد 10 و نیم هی این تخت بغلیمو بردن اتاق و بردن یکی دیگر رو بردن تو ساعت شد 3 منم با بردن رفتم پیشم بوده که چیز آقا ساعت 3:30-4 بود دیگه بالاخره من گوشنه ضعف کردم بردنم نشون دارم روی تخت بردنم تو اتاق عمل آها نه نشونم اون تخت گل صدا بردن تو اتاق عمل یه اتاق بود گفت بشین اینجا یه نیم ساعت هم اونجا نشستیم تو مثلا اتاق خالی شه بعد مثلا میرفتیم مثل این درمونگاه های درب داغون هستش که هیچ اون ها اونجوری بود دقیقا رفتم اونجا نشستم صدا من گفت برو تو اتاق رفتم نشستم به من گفت میخواستم بیهس موزهی کنن ایله گفت بیا پایین من اومدم پایین گفت اصلا نترسیان چیزی نیست این سوزن رو میزنم بیهس میشی ببین سوزنه رو زد یه این توی آی بعد هیچ دیگه حس نکردم از اینجا یه همه حس دارم کاملا بیهس شدم اونه از کمر به پایین بیهسش کرد بیهس شدم خوابیدم یارو دکتر اومد همینطوری سریع بری نمیدونم اینو هول داد تو بخیر نه پارچه داشت ولی قشنگ میفهمیدم چیز که بعد اینطوری دوخت گرزت آره چی میفهمیدی؟ میفهمم ببین حس نده ببین میفهمی یه بلایی دارن سرت میان یه غلطی دارن بعد گرزت دارن بعد ببین تو اینجوری اینجوری نه پات حس داره نه میتونی تکون بدی میفته سر بیرون اتاق یه اتاق چیز دیگه هستش احیا آره ریکاوری طوریه ریکاوری و بشیاره یکی دیگه بود تون تو من بردن اتاق یکی دیگه بود زنه بود به هوش نمی اومد آره خیلی بردنش متاسفانه اصلا خیلی بد بود برای چند ساعت چی بود بعد من اونجا بعد یارو گفت تو اینجا بعد وایسی تا انگشتاتو بتونی تکون بدی هی من تو رو قرآن تکون بخور تو رو جان مادر دیت تکون بخور من فقط این اتاق ببرم بیرون بالاخره زیادم چیز نشد یه نیم ساعت 45 دقیقه من رو بردن تو بخش حالا تو همون موقع
زنگ زده این مسئول تالا به فائزه، آقا تالارتون رو دادیم به یک دیگه، کنسله. حالا این داستانشو برات براتون تعریف کنم. یعنی تو این شرایط معمر کردم کلا من و برادر شوهرم کلا اون بیرونی، من استرس خیلی شدید داشتم، نگرانش بودم چون اولین بار بودم من میکرد گفتم الان میره اتاق من میبینه اصلا چون همه چی هم سبز یه عالمه همین لامپای چیز دارن رنگی دارن اونا چیز نبود. بعد آدم اونا رو میبینه اصلا دم و دستگاه خیلی جوری اینا رو میبینه بیشتر میترسه. و من اصل این ماجراش اون شبش بود. من آوردم اتاق، امین فائزه رو گفت برو خونه من هستم، امین پیشم بود بنده خدا داداشم، من که اصلا نمیتونستم تکون بخورم، خوابم نمیبرد، همینطوری بودم هی فقط زور میزنم این انگوشه تکون بخورم. بچه تا صبح چقدر برام چیز کرد، خیلی بده برای اجابت مزاج، برای دستشویی خیلی امین عذیت شد، خیلی کمکم کرد. ببین هیچ چی حس اینجا نداری ها، دستشویی داری ولی نمیدونی باید چی کار کنی، خیلی افتضاح بود. خب من خوابیدم، بین خواب بیدار بودم تا هلوش ساعت سینا بود، با هر بدبختی بود اینو تی تکون میدادم، میخواستم بلند شم از جا. من اینجوری بودم، این پا رو اووردم پایین خوابیده، امین گفتم امین یه کمک کن من یه ذره بلند شم، اومدم یه ذره بیام بالا، گفتم آره همونطوری دوباره برگشتم سر جا. این از بخش اول. گذشت صبح شد، تلوش ساعت 6 بود، با هر بدبختی دوام پایین دو قدم با دو قدم راه رفتن با بدبختی بیارستانش تا... هم طوریه که بعد تو باید حتما راه بری تا مرخص به اون میرسیم. حالا به اون میرسیم. تا ساعت شد 9 شد با بدبختی نفتم سرویس بودم دیگه، پای یه ذره چیز کرد داشت می اومد. اومد بعد رفتیم پرسید آقا من بخوام ترخیصم چیه، گفت بعد بتونه راه بره چیز بشه مرخص شد. من نمیتونم دور بریم، من بلند شدم کجا که بریم، فقط اینجا بریم بیرون، با پا رو میکشیدم فقط من اینجا ببر بیرون. خب آخر بیمارستان خیلی بیمارستان سخت میگذره، مثلا تو خونه یعنی خونه خودته آقا. و فقط هم باید سوپ بخورید عمل میخواید کنید اگر ندارید که این دولتی ها اینجوری هست حتما بیمارستان داشت آره خصوصی خیلی بهتره تا دولت. یعنی آره اینجام درد گرفت، اینجام درد گرفت، الان که تعریف کردم اینجام دوباره درد. ایشالله که هیچکی به مریضی و این عملا دوچار نشه. و برای اینکه ویدیو خیلی طولانی شد، خاطره عملمون رو من تو پارت دومش برای تو تعریف کنم. نه با بگو. نه خیلی طولانی شد، گناه دارم، گپ تایممون طولانیه، گناه دارن آخه. خیلی میگیرم با بشید نمی باید بزن گناه دارم بچه میخواد یه باید خاطره تعریف کنه. پارت دو نداریم، تعریف کن این پارت یه باید یک خاطره عمل کنن. خب راستش من 13 سالم بود، بعد مامانم آره خیلی کوچولو بودم، بعد مامانم هم قبلش یه عمل خیلی سنگین و اینا انجام داده بود، بعد حالش خیلی بد بود، یه هفته بودش که مثلا مامانم این عمل رو انجام داده بود، بعد اومده بود خونه کلا دست و اینا همه بال پیچی شده و این داستانا. بعد ماما مثلا هی پرستاریشو میکردیم، خالم از شهرستان اومده بود، کلا هی مراقبت های خیلی ویژه بود انجام میشه. بعد خب من چون مثلا مدرسه بودم، خواهرم دانشجو بود، برادرم دانشجو بود، مثلا میرفتیم، ولی خب مامانم حتما باید یکی کنارش بود، همسایه ها میومدن به سر میزنن، خالم 24 ساعته پیشش بود و اینا. بعد آره خدا دور کنه از همه مریضی. و یه هم یه هفته که گذشت من دیدم هی میدم هی داره باد میکنه، هی داره باد میکنه. دیگه تاریخ 25 آبان بود، دیدم حالم خیلی بده، به بابام گفتم که حالا چقدر بد، خیلی بد، در حدی که غذا نمیتونستم منفجر داشتم، دقیقاً داشتم منفجر میشدم، احساس میکردم دقیقاً دیگه داره میدم میترکه. الان که مثلا من آره یه تق خوابش بعد جمع نه یه تق صدا بده تق آره. بعد گفتم که چیکار کنم و اینا، به بابام گفتم، بابام رفتش برام کلی منو برد دکتر، دکتر بهم شیر خشک داد، نمیدونم دکتران شربت 90% چیکار خوب نشد با حالم بد. دوباره فرداش با اون رفت سر کار، دوباره چیز کرد بهم زنگ زد گفت بهتر شدی، گفتم نه من دارم میمیرم دیگه. اومد خونه دوباره برام یه شربت دیگه گرفته بود، آورد گفت اینو بخور، اگه تا دوباره مثلا یه ساعت دو ساعت خوب نشدی دیگه میبرمت دکتر. 25 آبان بود که دیگه همین سوا چی کارم کردن؟ رفتی چی؟ رفتن چی؟ چیز باید میتونیم کنم؟ اه کشلنگ میکردن این چامباتاز میزنن وایسا میزنن خالی شو خالی شو. بعد
دیگه 25 آبان بود، ساعت 7:30 شب بود، دیگه با بابام رفتیم بیمارستان، چون مامانم میگم یه هفته بود عمل کرده بود، نمیتونست بچه 13 ساله تنها بردن بیمارستان، با بابام رفتم بیمارستان، مامانم و خواهرم پیش هم بودن، دیگه خاله‌م هم رفته بود. بعد دیگه چیز شد، من رفتم با بابام بیمارستان، همین بیمارستان فیاضبخش، بعد مردش رو خونه قصال خونه. بعد رفتیم اونجا، دکتر بعد چند تا عکس نوشت و ماینم کرد و اینا، که بعد روده‌هات به هم پیچ خورده، بخاطر همین نمیتونی ببخش گلاب به روتون دستشویی کنی، در همین خاطر باید عمل بشی بخاطر اینکه روده‌هات به هم پیچ خورده. دیگه ساعت 9 شب بود، منو بردن اتاق عمل. قبل اتاق عمل اومدن منو تشکیل پرونده و اینا دادن، بابا مهر و امضا اینا گرفتن، یه زنی اینو زد بابا امضا کن. آره. یا بچت میاد یا نمیاد، فقط امضا کن بودو. یه دونه این باکسای لباس آورد، اینو نگو فایز شب رفته دکتر ویزیتش که هم رفته، برو اتاق عمل، همین الان میره اتاق عمل خودتو معرفی میکنی، یعنی امونم نداده بهش. داره جالب اینجاست، من بچه مثلا 13 سالم بود دیگه، این باکس چیز رو دیدم، لباس اتاق عمل رو دیدم، زنه گذاشت گفت دخترم اینا رو بپوش، هیچ لباس زیر و اینا هم نداشته باش، طلا ملا اینا هر چی داری در بیار، تحویل به همراهت بده، فقط با همین لباس ها بری. من لباس رو دیدم، زنم رفت، اینا پرستارا معصب ندارن، رفت منو میبینی، حالا من اصلا اتاق عمل چیه، من اصلا نمیدونم این داره چی میگه، زدم زیر گریه، گریه که من نمیخوام عمل شم، بابام هی منو دلداری میداد، میگفت چیزی نیست، میری خوب میشی در عوض اینجوری بمونی خوبه، دیگه خیلی دلداری میداد. تو همون حال که بابام داشت دلداری میداد، خواهرم زنگ زد، زنگ زد گفت بابا چی شد، و فایزه مثلا خواهد سنده باشه بابا فایزه دکتر چی گفت؟ چیزی نیستش دکتر، دید عمله الان آره داره میباره، داره میباره، چیزی نیست چیزی نیست. بایستا بعد دیگه گفتش که باید عمل بشه فایزه، بعد خواهد با عملی چی؟ یه دو روز سه روزه یه لقه بچه رو داری دسته، بچه رو برده اتاق عمل، یه دو سه روزه میدهش مثلا کار نکرده، یه عملی چی؟ اینا گفتش به هر پیش خوده، یه میگم بچه ها رو با بابا تنها نزدید امینه بردش هم بیرمونه اتاق عمل چی؟ دیگه تو هوا چیز کرد اسمش گفتش که مثلا دو سه روزه میدهش کار نکرده، به همین باعث شده میدهش، یه اصطلاح پزشکی دارن حالا فارسیش میشه که مثلا پیچ خوردن میده، میدهش به هم روده 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 هاش به هم پیچ خورده و همین باید عمل شه. مامان عمل و شنید، نگران، ناراحت، ما داریم استپ میگیری میایم بیمارستان، هی بابا میگفت نمیخواد، مامانت عمل کرده اون باید استراحت کنه، بابام گفت نه، مامانم گفت نه من باید بیام، من باید بیام، باید بیام فایزه رو بچه رو الان دست دادم بردش اتاق عمل. من مامان و خواهرم رو سش ندیدم دیگه، با بابام هم دادم رو خدافزی کردم، بابام هم این دلداری یاد رفتم اتاق عمل. ساعت 9:10 بود، چون پرسیدم از پرستاره که دورم بودن، گفتم خواهم ساعت چنده، گفت 9:10 دیگه به آمپول بیهوشی و بیهوشی و اینا زدم، کلا بیهوش شدم، تا نزدیک یک ساعت احساس میکنم بیهوش بودم، که بعدش اومدم از اتاق عمل بیرون، بعدها مامانم تعریف میکرد، میگفتش که خیلی هزیون میگفتی و داد و بیداد خیلی میکردی، خیلی درد داشتی، چون من خب قبل عملم هم خیلی درد داشتم، برای همین بعد عمل هم باعث شده که مثلا من دادو بیدار کنم. فقط تنها چیزی که یادمه تو اتاق عمل دیگه ماسک میزنن بهت که تو مثلا بهوش بیاد، برای همین هی دست هم میبردم سمت صورتم که این ماسک رو بکشم پایین، اصلا میگم با این ماسکی نمیتونم نفس بکشم. بعد دیگه وقتی اونا فهمیدن که مثلا من بهوش اومدم دیگه، مثلا حالم خوبه، ریکاوری شدم، فرستادن من تو بخش، فهمیدن که زنده، خب برو. حالا بدتر از این، دو سه روز گذشت، روز یعنی شب سوم که مثلا من عمل کرده بودن یا اینا، میگفتم مثلا من راه بری دیگه، مثلا شب روز سوم میگفتم من راه بری، من تو راه میرفتم باز درد داشتم، خیلی درد خیلی بدی داشتم، گفتم باید راه بری، راه بری خوب میشه، آب و مایعات باید زیاد بخوری و راه فراوان. من از این چیزی که میبینی بعد از 10 تا این لیوان آب خوردم، خوردم از اون برم بیم سروم و مسکن و اینا میزدن که مثلا خوب شم. شب آخری که اونجا بودم خیلی درد شدید دوباره به سراغم اومد، با اینکه باز من متاسفانه ببخشید باز این میگم بودم کار نکرده بود، شب سروم بود، یعنی من الان تقریبا یک هفته بود میدم کار نکرده بود، گفتم که من حالم بده،
بعد مامانم پیشم مونده بود، یه شب در میون دیگه، یه شب خواهرم میمون، یه شب مامانم میمون، چون نمیتونست مرد بمونه، بابام هم نمیتونست بمونه چون جا بخش زنان بود اجازه نمیدادن. بر همین شب سوم خیلی درد شدید داشتم، مامانم پیشم بود، بعد گفتم مامان من خیلی درد دارم، دارم میمیرم. گفت فردا دکتری میاد مخنه. گفتم من اصلا حتی نمیتونم بخوابم، مثلا شب اول و دوم چون درد داشتم نمیتونستم از تختم بلند شم، ولی شب سوم که بلند شدم از تختم دیگه درد داشتم، نمیتونستم راه برم، نمیتونستم بشینم، نمیتونستم بخوابم. یعنی در این حد انقدر دردم شدید بود و انگار مثلا سه قلو من حامله بودم، مثلا سه ماه چهار ماه سه قلو حامله بودم، انقدر میدم باد داشت. مامانم زنگ زد به بابام، مامان اومد بیمارستان و بیمارستان رو سرشون خراب کرد که دختر من و شما الان سه روز عمل کردید، الان یه هفته است میدش کار نمی کنه، الان درد داره، شما میخواین فردا مرخصش کنید. یعنی چی این داستان دیگه؟ پرستارا چون مامان تامین اجتماعی بودی، بابام مثلا تامین اجتماعی کار میکرده، یه مال چون هم کار بوده چیز کرد، گفتن آقای پیشوی شما آروم باشید، ما الان زنگ میزنیم به دکترش ببین دکترش چی میگه. زنگ زدم به دکترم، گفتن که قضیه اینه، این خانم که شما عمل کردی، این رودش عمل کردی، این هنوز رودش کار نمیکنه و درد خیلی شدیدی داره، نمیتونه بشینی، نمیتونه بخوابه، نمیتونه راه بره. چیکار کنیم آقای دکتر؟ دکتر گفتش که بهش گلیسیرین فکر میکنم، شربت خوراکی گلیسیرین بهش بدید. آره شربت خوراکی گلیسیرین بهش بدید، یک قاشق بخوره با آب فراوان و تو راه رو به مدت 10 دقیقه یک روب راه بره. گفتیم باش بذار اینم دیگه داروی دیگه شربکه ضرر نداره که امتحان کردنش دادن و من خوردم. این چند تا براش عمل کرد؟ بابام رفت بیمارستان وایسا، بابام رفت داروخونه بیمارستان، شربت رو گرفت آورد، من یک قاشق پر با آب زیاد خوردم، هی خب حالا سرم مرون بالاخره بخیه داره میدم چیزه، با اون بخیه و با اون چی میگن سرم به دست و اینا، با مامانم و بابام جفتشون هی راه میرفتم، هی راه میرفتم. یه بود یه 5 دقیقه 10 دقیقه گذشت، دیدم اصلا انگار با دست یکی داره از اینجای من اینجوری فشار میده به سمت پایین. چند تا عمل کرد؟ گفتم برم مامانم خوارم دستشویی، مامانم واقعا میگه، گفتم آره من دستشویی دارم، چشتون روز بعد نبینه، چشتون روز بعد نبینه، گلاب به روی همه تون. من رفتم میدم به اندازه واقعا یک هفته تمام کار کرد دیگه، حالا شما خودتون ببینید دیگه چقدر میده من کار کرده. بعد از یک هفته میده من کاملا کار کرد و من اونجا واقعا سبک شدم و بهترین حس دنیا رو جمع. یه وقتی خوابت میام مثلا بعدش میخوابی بولم چی واقعا چشات وا میشه، مثلا گشنت، حال حوصله هیچی رو نداری، بعد غذا میخوری حالت خوب میشه، شارژ میشی. دقیقا اون موقع من این شرایط داشتم و واقعا فرداش هم مرخص شدم با اون یه جمعی یه قاشق گلیسیرین. چرا قبل دوشو میتونی قاشق گلیسیرین نمیدونم نداده که مثلا آقا شاید با این گلیسیرین بخوره هرچی. و از اون به بعد من واقعا شربت گلیسیرین رو میگم واقعا معجزه‌گر بود، یعنی آب رو آتیش بود و همیشه تا مدت ها میخریدیم و میخوردم، یعنی خیلی ساله نمیخورم خدا رو شوی، ولی خیلی خوب شدم. ولی خب تجربه عمل واقعا تجربه خوبی نیست، میگم چون میری اون فضا رو میبینی، من اون فضا رو هم دیدم، حتی وایس شد واقعا گریه کنم و ترسیده بودم. نتیجه اخلاقی بچه هیچ وقت دست بابا تنها نذاری. نه یه ماماش گفته چی؟ نه دو دقیقه بچه دست دود عمل واده بچه رو چون بوده عمل بابا یعنی چی؟ یه دقیقه بچه رو نه شاید اگه من عملم نمی کردم با اون گلیسیرین هم خوب نمی شدم، چون روده هم به هم پیچ خورده. فقط چند تا به کارت می اومد؟ نه شاید روده هم واقعا پیچ خورده بوده، این وری یا این وری خیلی مهم نیست. نه بابا سر این بودی میگه ویدیو آخرین چیزی که گفتیم این بود که من اینطوری کردم که آره مامانت زنگ زد نه بعد گفت رودت پیچیده، گفتم من اینطوری داشتم میگم این ولی پیچیده یا اون ولی. خب اینو میخوای بگی یا نمیخوای بگی دوباره؟ نه این تموم شد دیگه. خب اینو چی بگیم؟ این اونجاش کات میخوره عوض میشه میاد الان اینجا سر سانس سکانس آخر. چه اینو؟ نه چه خوندم بگیم؟ چه خوندم؟ خدا قدشه نفهم. خب خلاصه این که عمل کردن خیلی سخته، خیلی مخصوصا اگر رویتو تجربه... این ولی پیچ خورده باشه، نه مخصوصا وقتی که تجربه اولت باشه.
تجربه دوم باشه چی؟ تجربه دوم من دیگه مثلا برای من عادی بود اتاق عمل. تجربه اول بچه بودی خیلی ترسیدی. آره دیگه. آره. من بودم هم تو اون سن دبیرستان هم مثلا هاپانتیس هم عمل کردم نترسیدم. مثلا کلا درد داشتم. بیمارستان خودش خوف داره، اصلا خوف خیلی عجیبی داره بیمارستان. چه ترسی نترسی میگیرتت فرضاش میتونی اینطوری میگیرتت آره دیگه این بود از تجربه نکنه اولین گپ تایم ما نگاه کنید امیدوارم لذت برده باشید حالشو ببرید خودی خندیده باشید همینه قراره که سه شنبه هامون براتون بیایم اینجوری صحبت اینجوری باشه کنی. دیگه اینجوری آره شما هم اگه هر چی دوست دارید بهمون بگی ما خاطره بر... اگر دارید چیز دارید بگید ما اینجوری میخونیم تعریف میکنیم میخونیم همین که ما هم اگه خودمون خاطره داشته باشیم براتون در موضوع آره تو موضوع موضوع خاصی هستش تعریف ما اگه خودتون تو یه موضوع خاصی خاطره دارید بگید تعریف میکنیم آره مهمونم داری برای اینطوری بگذره. خودمونی باشه دیگه سه شنبه های خودمونی ایشالله ببینی لایک و کامنت یادتون نره دوستتون داریم سابسکرایب هم کنید این و قلبش ناراحته قلب پیدا کرده دریچه سمت راستش تنگه گشت مواظب خودتون باشید خدافظ خدافظ.